هدف نهضت آزادی ایران تأمین آزادی، دموکراسی و استقلال ایران بود. در اون روز همجور که توضیح دادم از آزادی خبری نبود. خود من در رژیم شاه 4 بار به زندان افتادم. محاکمه دیگه سران نهضت آزادی، مرحوم بازرگان، طالقانی، صحابی، اینها همه به زندان بودن. و یواش این از نظر آزادی. از نظر استقلال هم در اون روز واقعا تصمیمات در رابطه با استقلال مملکت توسط حکومت گرفته نمی شد. این برای ما کاملا واضح بود که شاه و دربار عوامل آمریکا گرداننده اصلیشونه. ارتش ما رو مستشاران نظامی فراوانی گرفته بودن و عضو سنتو هم که ما شده بودیم. تمام اینها نشون میداد که روشنفکران دینی، خصوصا روشنفکران چیز دیگه یواش یواش مبارزاتشون رو کنار گذاشته بودن، ولی روشنفکران دینی چون پایه های اعتقادی داشتن برای مبارزه ارزش بیشتری قائل بودن و به مبارزات خودشون ادامه میدادن. و اولین گروهی بودن که با روحانیت اون روز، که اون هم یه عده‌شون بعد از یه مدتی دوباره به فکر افتادن و گروه های مخفی هم تشکیل داده بودند و یا بعضی از گروه های مخفی رو حمایت میکردن، این گروه ها با هم دیگه همکاری داشتن. یه عده‌ای از روشنفکران دینی با روحانیون روشنفکر اون روز، نه روحانیون سنتی مثل مرحوم مطهری، مرحوم بهشتی، هاشمی رفسنجانی، آقای خامنه‌ای، که آقای خامنه‌ای اینا در مشهد بودن بیشتر، اینا که در تهران بودن، موسوی اردبیلی، آیت الله زنجانی، حاج رضای زنجانی، حاج چیز زنجانی، دو تا برادر زنجانی، اینها با هم دیگه یواش یواش جلساتی داشتیم و به این فکر افتادیم که باید مبارزه رو یه خورده شکل داد. ما موضوع اتفاقاتی که در عراق افتاد و انتقال آقای خمینی، این مبارزات یه خورده شکل بهتری گرفت و اوجش هم شتاب برداشت.